سلام توی این ویدیو من میخوام براتون بگم که داوینچی ریزالو چیه و چجوری میتونیم باش به سریع ترین شکل ممکن ویدیو ادیت کنیم قاعدتا این ویدیو یه ویدیو خیلی کوتاه و تو دل بروه. خیلی ممنون که به من توجه میکنید بریم سراغ درس خب شروع میکنیم اول سرچ کنید داوینچی ریزالو میتونید رو دانلود کنید و نصبش کنید نسخهش قاعدتا مجانیه فقط نسخه استودیوش پولیه اینترنت ما کار کنه نسخه نسخهش مجانی فقط نسخه اینترنت چیزش پولیه استودیوش پولیه که همون نسخه مجانیش کار ما رو راه میندازه بعد من اجراش میکنم چون از قبل نصبش کردم امتنی. یه صفحه اینجوری برامون باز میشه ما یه نیو پراجکت میزنیم یه اسمی بهش میدیم و این صفحه برای ما باز میشه قاعدتا ما با جاهای زیادی از اینجا کاری نداریم توی مدیا اولین جایی هست که کار داریم که ما توش میتونیم بریم ویدیوهای دیگر ویدیویی رو ایمپورت کنیم خب اول بذارید من برم ویدیوهامو پیدا کنم یکی از ویدیوهای قبلیم رو بیارم خب همین ویدیوها خوبه من این ویدیویی که خودم هستم و این ویدیوی ضبط اولیم رو میکشم توی اینجا آه نه میتونم البته بکشمش مستقیم این بر اینجا میگه که اینا رو که اضافه کنی باید چنج کنی یه چیزی و من اون تغییره رو میدم خب اوکی اینو رو بردم یادتونه بهتون میگفتم این دوتا ویدئو قاعدتا یه ویدئو هن که فقط از دو زاویه مختلف انگار ضبط شدن میتونیم خیلی راحت اینا رو بر اساس صدا تبدیل کنیم به یک ویدئو کار, کار اولی که میکنیم انتخاب میکنیم راست کلیک میکنیم و میاییم روی گزینه Create new multicam using selected clips اینجا میگه که آقا چجوری مثلا کلیپ اون رو بسازیم ما میگیم که خب من بر اساس چیز میسازم بر اساس صدا این کار رو میکنم و برام لطفا بساز کرییت میکنه تحلیل میکنه و به جای این ویدیو یه ویدیویی بمیده که حالا رو افتاده بذارید اگه بازش هم بکنم تایم رو باز کنم میبینید که این خودش اومده تشخیص داده اینا اینقدر با هم فاصله داشتن و مثلا از روی این اینجا اون دست زدن منه از روی این دست زدن تشخیص داده که من چی کار دارم میکنم و شروع کرده خب پس قاعدتا این اولین تیک است یعنی من کاری که کردم این بود که اومدم دو تا ویدیو رو اینجا انداختم و کردمشون از رو صدا به هم وصلشون کردم خب مرحله بعدی اینه که من میام توی بخش ادیت توی بخش ادیت که میام اینجا راست کلیک میکنم یه تایملاین جدید میسازم تایملاین منظور اون خط زمان اون جاییه که کلیپ های ما روش ساخته میشه و کاری که میکنم اینه که این کلیپ همو میندازم اینجا یه بار دیگه هم همین کلیپ همو میندازم اینجا حالا اتفاقی که میفته چیه؟ اتفاقی که میفته اینه که من اینجا دو تا صدا دارم دو تا تصویر قاعدتا میام این رو میگم سویچ مالتیکم انگل و زاویش رو عوض میکنم و میام این ویدیو بالاییم رو هم میگیرم بذارید اینجا و اینو کوچیک میکنم مثلا میکنم سی درصد و جاش رو هم مثلا میندازم این گوشه اینجا این بالا. و یک همینجوری ادامه میدم به نام خود خب کاری که میکنیم که یادمون نره حتما صدامون رو هم باید زاویش رو عوض کنیم که اون صدای با کیفیت تره حالا هر کدوم از این ها با کیفیت تره استفاده کنیم و یه کانال صوتیمون رو هم کلا میوت میکنیم چون که دوتا صدا با هم نره یکی شکو بشه یکی شکو نشه و حالا شروع میکنیم به کندن تیکه های مختلف من کاری که میکنم اینه که مثلا میخوام این تیکه اولو بکنم میام با این ابزار تیغ میام اونجا دوتا تیکه میکنم با این ابزار سلکتش انتخابشون میکنم و دیلیت میزنم عملا میاد اون ابتدا و میرم جلو خب این دفعه بعد از اینکه میام جلو خب مثلا ممکنه یه بخشای دیگه هم اشتباه کرده باشم اون بخشا رو میبرم و میکنم و درستش میکنم اصلاح میکنم تا اینکه به انتها برسم اگر مثلا فرض کنید اینجا من اومدم یه تیکه کردم فرض کنیم اینجا مثلا اومدم یه تیکه زدم این ویدیو بالاییمو و مثلا از اون به بعدش رو بزرگ کن. یا سیگیا کوچیک کردن جای مثلا 33 درصد بزرگش کرد و میخوایم این اتفاق مثلا چیز بیافته دیگه بهش میگن میخوام بین اینا یه تغییری هم اینجا بشه اینجا یه افکت داره که مثلا افکت ویدیو ترانزیشن رو میارم و مثلا من کراس دیزال با دوست دارم میندازمش این وسط عملا وقتی که یکی یه تکنیک اون یکی وجود و مثلا یک چنین کارهایی هم میتونید بکنید ولی من دقیقا فقط کراس دیزالو میدم و اون تیکایی که سوتی دادم رو در میارم سکوتایی هم که مثل این سکوت داره رو کم میکنم اگه توش مثل اینجا انیمیشن نباشه تو این در میارم و ادیت هم تموم میشه خب یادتون نره بکنید وسط ماجر و تهش میام تو دلیور تو دلیور که میام این صفحه برام میاد من چون میخوام رو یوتیوب رو پلتفرم یوتیوب یا هر جایی بذارم انتخاب میکنم یوتیوب رو یه اسم میدم یه لوکیشن میدم مثلا ویدیوهای خودم و من فقط تفاوتی که داره اینجا رو میکنم MP4 چون MP4 جاهای زیادتری میخونن جای کویک تایم و میزنم Add to Render Queue و تهش Start Render میکنم این شروع میکنه به رندر کردن ویدیو من خیلی ممنون که گوش دادید من تلاشم این بود که خیلی ساده و تو دل برو این تغییرات بگم که این داوینچی ریزالف چیه و چه جوری کار میکنه امیدوارم که تونسته باشم براتون خوب توضیح بدم اگه خوشتون اومد حتما به کسای دیگه هم این ویدیو رو معرفی کنید سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو فشار بدید خیلی ممنون خدا نگهدار